بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تحیت و تبریک به مناسبت این ایام خجسته، اموالی که ما در اختیار داریم گاهی اموال شخصیه، اون احکام خودشی دارد، ولی یک سری اموالی هست که در اختیار ما هست، شخصی نیست. یکی از اون موارد مشاهدی هست که مثل حرم امامان علیهم السلام، حرم امامزاده ها، احکام ویژه‌ای دارد. یه بخشش این کتاب‌های دعا و قرآن کریم و مهر یا کتاب‌هایی که مورد مطالعه میشه. یکی این که ما باید کاملاً از اینا محافظت کنیم که اگر خسارتی وارد بشه به دست ما ضامن هستیم. مهر اگر شکستیم یا یک ورقی از این قرآن یا مفاتی کتاب دعا یا کتاب‌هایی که مورد مطالعه است پاره بشه، انسان ضامنه، باید کاملا از او محافظت کند. حق نداریم چیزی تو این کتاب ها بنویسیم، تو کتاب های دعا چیزی مکتوب بشه، ما حق نداریم. و حق نداریم این کتاب ها را از محل خودش خارج کنیم، بیرون ببریم، ولو دوباره میخوام برگردونیم. چون بعضی ها میپرسن، میگن این تسبیح ما خیلی دوست داریم، اینو ببریم 10 تا تسبیح دیگه به جاش بیاریم. نمیشه چیزی را از جایی که عمومی است وقف شده خارج کردن صحیح نیست. گاهی بعض وقت دیده شده که بعضی از افراد اطفال خودشونو میارن سنهای کم، قرآن میدن دست او، کتاب دعا رو میدن دست او. اینا خب مکلف که نشدن، این ولیش ضامنه، احترام اونها مراعات نمیشه، گاهی با او بازی میکنه. گاهی من میبینم که بعضی گاهی کفش با قرآن رو هم میگذارن، قرآن میذاره رو کفش خودش. اینا باید مراعات بشه، هم کاملا حفظ بشه و همی هم بیرون نبریم و همی هم اگر اطفالی همراه خودمون هست اونها رو کاملا توجیه کنیم و به دست اونها ندیم تا این اموال عمومی کاملا حفظ بشه و برای استفاده عموم قرار بگیرد. روز سه‌شنبه متعلق است به سه امام همام، امام چهارم، امام پنجم، امام ششم علیهم السلام، هدیه به پیشگاه مقدسشون و شادی روح مطهر فاطمه معصومه اجماعا صلوات.